ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. خیلی خوش آمدید با برنامه شما و میلیون. ما دو بخش از برنامه را با یک میلیون افغانیم و دو اشتراک کننده پشت سر گذاشتیم و حالا قرار است که دو اشتراک کننده دیگر روی صحنه بیاید و برای به دست آوردن یک میلیون افغانی این بار آنها به شش سوال ما موفقانه پاسخ بدن. پس با افتخارشان فرحت آریا و شقایق حکیمی. سلام. سلام خدمت شما. خوب هستید؟ شما خوب هستید؟ زنده باشید. جان شما جور؟ خودتان معرفی کنید؟ شقایق هستم، یک دن از اشتراک کننده برنامه. فرحت آریا هستم، یک اشتراک کننده شما. خوب، بسیار خوب. چقدر درس خواندید؟ محصل سال اول اقتصاد. محصل سال اول اقتصاد. اقتصاد. آفرین، چند سال هستی؟ 17. نه نه خود. 17. خورد نیستی از 17 کده؟ نه. خب شما؟ محصل طب هستم. دکس. طب؟ بله. چند سال هستی؟ ما خود مجره و نیم. یک نتاق پیدا کنید، من میرم درس بخوانم. بسیار خوب. نه واقعا استعداد هستید. آفرین. بسیار خوب. 3-2-1 برنامه امشب رو با نام خدا آغاز میکنم. اگه میبینید موسیقی با حرکت کامرا سنگ نیست، یعنی برابر نیست، مشکل از تلویزیون هایتان است. خب بسیار خب. دو گزینه برای سوال نخست. اجزای بدن یا ماهیچه دکتر؟ اجزای بدن. اجزای بدن انتخاب شد. این نهنگ آبی چی بلع شده حالا چند شواز؟ زرافه، بقه، تمساح، مادر کایکا نداریم؟ ما خز انسان خوانده بودیم، از حیوانات نخوانده بودیم. شما دکتر انسان هستید؟ بله. دکتر حیوانات و جانوران نیستیم. خب بسیار خب. سوال؟ بزرگترین زبان مربوط به ببینید ما چه چیزایی داشتیم. بزرگترین گردن، بزرگترین پای، بزرگترین دست، بزرگترین بدن، بزرگترین زبان نداشتیم که این آمد. امیدوار هستم بزرگترین هایتان ادامه نداشته باشه دیگه، اجزای بدن خلاص هست دیگه. بزرگترین زبان مربوط به کدام حیوان می شود؟ نهنگ آبی، زرافه است، بقه است، تمساح است. برای شما 60 ثانیه میدیم، خیلی آسان است. نه بقه. بزرگترین زبان شق و بقه است. سگو گفته که بزرگترین زبان. ای درازش یا بزرگش؟ درازش. اونجا بخوانید خودتان. شقو اگه نهنگ نبود. شقو بقه است. تو میفهمی؟ کمی زودتر، کمی سرعت. ها، 4-3-2-1 و کم آن. من نمیفهمم روی کدام استدلال شما نهنگ آبی را انتخاب کردید. شما نمیفهمید که بقه وقتی که یک مگس از فاصله چند چیتورکایش هم تیر میشه، با زبان بدون حرکت بدن او رو میگیرم میکشم میخوره قورت میکنه. خب بزرگترین زبان تا درستترین زبان فرق میکنه. بزرگی تنها ببر است.
بقید نیست؟ خب میشه اما بقید قص چه قص بقید؟ شما یک قیشه دیدید؟ نه یک ما قیشه دیدید ببینید شکم ما مینه قدر است اما دم آور یک شکم یک انسان بالغ 9 متر روده است خب دلیل نمیشه که 9 متر در شکم ما جای نجا دیگه حالا تا شکم تا شکم است ما سوال رو بخوانیم یک بار بزرگترین زبان مربوط به کدام حیوان می شود؟ نهنگ آبی است، زرافه است، بقص یا تمساح است؟ شما با کتگیش بازی خوردید می بینیم متاسف هستم چرا امشب خیلی زود میرن اشتراک کننده های ما من متاسف هستم می بینیم 3 2 1 بسا خب 5 سوال رفته 1 سوال باقی مانده سوال دوم و 2 گزینه ها اوسانه 30 سانه 40 مرغک در یک خانه 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 انتخاب شد یک ست چلسه باند گروه مورچه ها کارل دریمز اف ام باند بریم سوال آهنگ چل مرغک از کدام گروه موسیقی افغانستان است خیلی معروف است خیلی خوب خواندنه خیلی هم خوب خواندنه اتفاقا 143 باند گروه مورچه ها کارل دریمز اف ام باند 60 ثانیه یادم بر بتشان خوشم نفته ببینه مطمئن هستی؟ بله خودتا ایر کابل داریم بره کمپوزرم از برادریاز شعرشو آهنگ دلخواهیم هست آهنگ چهل مرغک از کدام گروه موسیقی افغانستان است؟ 143 باند، گروه مورچه ها، کابل دریمز یا اف ام باند؟ 1,000,000 برای کابل دریمز. یک 143 باند نبود، معمولاً این شعرارم 143 باند نمیخوانه. وقفه کوتاه. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم و عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه شما برنامه که شما و میلیون همچنان مشاهده میکنید با دو دوستی که مهمان برنامه ما هستن و من امیدوار هستم که میلیونر شدن تا هنوز 1,000,000 را حفظ کردم اصلا اطمینان نیست که این 1,000,000 بمانه و تا چند لحظه بعد از برنامه تکوی نره سوال این بود آهنگ چهل مرغک از کدام گروه موسیقی افغانستان است 143 باند باز شد نبود پولی روی اونها بود خوشبختانه گروه مورچه ها بدون پول کابل دریمز 1,000,000 افغانی و اف ام باند بدون پول دوست هستید دختر عمه و دختر ماما دختر عمه دختر ماما کی دختر عمه است شما دختر ماما هستید بله. صاحب
یکی دکتر و دیگری اقتصاددان میشی. چه یک رقابتی. میبینیم. بس آقا کابل دریم زن باز کنید که دل ما جمع شد. کابل دریم دریم زن باز کنید. زود زود زود. 3-2-1. یک کمی اگر زودتر امکان داشته باشه، اگر پولا زیاد است خب کمش کنیم براتون. میتونی یک دقیقه کلش روان کنیم فرقشو میدی. ای چند است؟ یک میلیون. سوال سوم دقیقا سوال است که شاید پولایتان از نیم هم کمتر شود. توجه کنید. دو گزینه، ناک یا انار. انار میگه یک انار چند تا دانه داره؟ انار. بله. اگر سوالی باشه که انار چند دانه دانه داره مشکل ندارید؟ میگم به حد. نه خب به تعداد میزنه. نه تعداد چه بجز از خدا جان که دیگه نمیفهمه. میشه یک دانه رو بیارین من بز دانه حساب کنم. نه شاید بگن که بزرگترین انار جهان که در مثلا در ماداگاسکا پیدا شده چند دانه دانه داشته. شما میفهمید دیگه؟ نه بله. اون خود باغبانش هم نخواد بفهمه. انار. انار. ایران، هندوستان، چین، دنمارک، با دیگه نبود. سوالم کدام کشور بزرگترین تولید کننده ی انار در... ما بهترین را نگفتیم خب؟ ما هیچ نیاز نداریم بدانیم که بهترین انار از کجاست؟ از افغان بود. ما میخواییم بفهمیم که کدام کشور بزرگترین تولید کننده ی انار در جهان است. 4 کشور است. ایران، هندوستان، چین، دنمارک. کدامش اول است؟ 60 ثانیه. من یک راهنمایی کنم. معمولا انار در چه هواهایی به رسیدگی کامل میرسه؟ بعد نیاز به چه آب و هوایی داره؟ بعد نیاز به چی داره؟ بعد خاک و کشور باید چگونه باشه؟ بعد آب چقدر باید به او رسیده باشه؟ بعد تعداد مردم های اون کشور باید چقدر بوده باشه؟ همه اینها ربط مستقیم به درخت انار داره. هندوستان باید باشه گرم است اینجا. هندوستان در مرک نمیجا. ببینید ما تو گفتم یک چیز خوب من نگم ای بدون از او من نمیم بیادم بدون از او بفرمایید پس سرکستان سرکو سرچی سرچی نمونم زیاد چه سرزی با نبا دنمار بان سرکو برد فقط دو دانه بود. نه بود. منصفانه میگم بود. من منصفانه که شما گفتید جوان مردانه پولو پس میتون بردان. تشکر. کدام کشور بزرگترین تولید کننده انار در جهان است؟ البته اگه جواب درست میگود پس نمیدادم بردان. ایران، هندوستان، چین، دنمارک. 200,000 بر روی دنمارک، 800,000 هم بر روی چین. بر روی هندوستان ببخشید من جواب درست ندادم. خب. یک موضوع. شما تا هنوز انار دنمارکی خوردید؟ انار دنمارکی؟ نه خود دنمارکی ها را چی به تولید انار؟ انار قندار را میبرن در دنمارک میتن مردم میخوره باز انار دنمارک چیشش؟ دنمارک را باز کنید اتفاقا 200,000 هم روی اوست بسیار خب 800,000 بر روی هندوستان چین و ایران بدون پول دنمارک 200,000 روی قرار گرفته بود که نباید می بود وقفی کنم